دیدید یه آدمایی که با زبونشون نیش میزنن، به تعبیر عامیانه مردم طرف خیت میکنن توی جامعه، بعد لذت میبرن، میگه خوب خرابش کردم، خوب خیتش کردم. اینا بیمارن، اینا آدمهای بیمار در جامعه هستن، اینا نیاز به مددکاری دارن، ما باید دست اینها رو بگیریم. در یک کشور و در یک جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم ما نیازمند هستند، یا به یک تعبیری زیر خط فقر زندگی می کنند، در یک جامعه‌ای که ما هنوز برای مواد غذایی اساسیمان نیاز به واردات داریم، هیچ افتخار نیست برای هیچ ملتی و برای هیچ دولتی که در فکر آن باشد که برای نان مردم از بازار دیگران گندم تهیه کند. ما در سالی که گذشت، یعنی سال 92، از آغاز دولت در اولین محاسبه دیدیم نیاز به واردات 7 میلیون تن گندم برای کشور از خارج داریم. همه ما باید تکون بخوریم، همه ما باید کمربندها رو ببندیم، با شعر و شعار استقلال درست نمیشه، با شعار عزت درست نمیشه، با فریاد و هوچی بازی عظمت مملکت درست نمیشه. همه باید به صحنه بیاییم، همه. اون روزی که دیگران به ما نیاز دارند روز غرور و افتخار ماست. البته ملت ما ملت بزرگی هست، فراز و نشیب‌های مختلفی رو پشت سر گذرانده است، سختی‌های فراوانی دیده است، ملتی هست که راه استقامت و ایستادگی را برگزیده است. راهی را که ما باید برگزینیم و به هدف بلندی که باید دست یابیم، باید حواس ما جمع اهداف بلند ما باشه. کجا میخواییم بریم؟ چی کار میخواییم بکنیم؟ حاشیه سازان حواس ما رو پرت نکنند، مسیر ما را منحرف نکنند. تو مسیر راه همیشه آدم به سراهی و چهارراهی میرسه. باید چراغ راهنما درست علامت بده، باید نقشه راه پیش روی ما باشه، باید بدانیم از کدام جاده باید برویم. در دوراهی ها و سراهی ها و چهارراهی ها راه را درست انتخاب کنیم، و الا راه طولانی می رویم و بعد می فهمیم خطا بوده است و رفت و بازگشتش هزینه برای مردم ماست. نمی خواهم سخنی بگویم که شما را آزار بکنم، اما تو همین کشور عده به نام این که باید در برابر قدرت ها و ابر قدرت ها مبارزه کنیم و بیستیم، جیب مردم رو زدند، اموال مردم رو غارت کردند. نگذاریم عده‌ای دو مرتبه با شعر و شعار راه بزرگی که
که ملت ما برگزید و انتخاب کرد در خرداد سال گذشته ما رو منحرف کنند. من به عنوان یک خادم شما الحمدلله تا امروز خداوند به من حوصله زیادی داده، اینقدر حرف ها رو می شنوم، در سایت ها می خوانم، در گوشه و کنار به گوش من می رسد، اما تا امروز کاملا بی اعتنا بودم و فقط یک نکته به ذهنم آمد، گفتم خدایا گویی میخواهی با این نیشها، گویی میخواهی با این آزارها، انشاءالله اجر ما را مضاعف بکنید، بی‌اعتنایی کنید. اگر بنا به پاسخگویی باشه، اگر بنا باشه هر روز از گوشه‌ای کسی تهمتی و فریادی برآوره و ما بخواهیم حواسمون، وقتمون، اوقاتمون رو صرف پاسخگویی به او بکنیم، معنیش اینه که ما به اهدافمون نرسیم. ما اهداف بلندی داریم، ما باید تورم رو مهار کنیم، ما قدم به قدم باید تورم رو که در مسیر و سطح فزاینده بود مهارش بکنیم و این اسب سرکش را در مسیر درست قرار دهیم. ما باید برای جوانهای عزیزمون که خوشبختانه امروز جوانهای ما تحصیل کردن، بسیاریشون فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مختلف و مراکز آموزش عالی هستن، باید برای اونها شغل تهیه کنیم. کی میتونه تحمل کنه در یک خانواده‌ای که دو فرزند جوان، هم پسر هم دختر، تحصیلات عالیهشون تمام شده است و اون پدر و اون مادر با چه آرزویی اون روز که دبستان فرستادن، با چه امیدی اون روز که به دبیرستان رفتن، با چه نشاطی، و اون روز که با دعا در کنکور دانشگاه موفق شدن، چه لبخندی، و امروز که مدرک تحصیلی خود را دریافت کرده است و به خانه می آید، نکند به جای اون خوشحالی و نشاط و لبخند الان دنیایی از غصه بر دل او سرازیر شود که چه کنم؟ بحث سر پول نیست، اشتغال بالاتر از پوله. بیکاری تنها بیپولی نیست، آغاز ده‌ها مشکل و گرفتاری است. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از اعتیادش، از اختلافش، از جرائمش، از بزهکاری‌های متنوعش، از جدائی‌ها، از طلاق‌ها، از بیکاری‌ها نشأت می‌گیره و آغاز میشه. ما امروز همه باید دست به دست هم بدیم، همه باید مددکار بشیم. مددکار باید این غول بزرگی که به نام رکود بر اقتصاد ما سایه افکنده است، دست به دست هم بدیم و این غول را از این کشور و از این ملت دور کنیم. ما باید شرایط رونق اقتصادی رو در این کشور فراهم کنیم. امروز نیاز به مددکاری های بزرگ داریم. بگم باید کشور را مدد کنیم، بگم باید کل ملت رو مدد کنیم، بگم باید نظام رو مدد کنیم، چون خداوند گاهی برای دین خودش هم از ما مدد خواسته. مگه نگفته خدا رو یاری کنید؟
مگر نگفته ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم؟ اون جایگاه بلند انسان اون جایگاهی است که مددکار حتی باید به مدد دین خدا و راه حق هم بشتابه. همه ما باید مددکار باشیم. علما، بزرگان، فرهیختگان، اندیشمندان، کارآفرینان، همه باید احساس کنند که امروز وظیفه مددکاری را بردوش و بر عهده دارند. کمتر از دو ماه از امسال گذشته، سال فرهنگ، یعنی سال ادب، یعنی سال احترام به هم دیگر. من نمیخوام بگم که کسی نقد نکنه و انتقاد نکنه، که نقد حق هم است. من نمیخوام بگم کسی ننویسه یا نگوید، که این آزادی حق هم است. اما همه به فکر مدد باشیم، نه مچگیری. همه به فکر مدد باشیم، نه تخریب. همه به فکر اصلاح امور باشیم، نه انحراف جامعه. سال فرهنگ، سال اخلاق، سال هوشیاری و سال مدد هست. اگر یه گروه داوطلب مردمی بیان، بهتر از ما کار رو انجام بدن. ما زمینه رو آماده کنیم و تسهیل بکنیم، کار رو به دست مردم بسپاریم. مردم با عشقشان، با مهارتشون، با توانمندیشون در تمام زمینه‌ها، تمام سازمان‌های مردم نهاد باید زمینه را برای فعالیت اونها آماده بکنیم، تا مردم ما به خلق و خوی دیرین خود، یعنی نیکوکاری، یعنی مدد به دیگران، راه و زمینه را برای اونها آماده کنیم.